که ما به یقیده هستم که اصلا اینا دوباره امو هوا و حوث امو حکومت هایی که در پیشاور می ساختن در جای دیگه امو باز به سرشان زده و امو آفتاب از اینا بلد و بام رسیده، از او خاطر اینا امی قانون اساسی را اینا به هیچ مبدل می کنن. اینی اصلا امی نشست ها اینی قصد یک محتوا داره. جناب رنجبر، آقای معین امیدزاده دیروز گفتن که در افغانستان خلای قدرت به وجود نمیه، ولی ما که وزاره تعقیب میکنیم خلای قدرت من فکر میکنم با وجود بیاید و امروز شورای متحد ملی هم یک فیصله نامه صادر کردن و داو تقاضا کردن که در جریان خلای قدرت آقای مجددی قدرت به دست بگیره و آقای کرزی هم رو در کنفرانس مطبوعاتی خود که سرمنشی ملل متحد گفتن که من هنوز تصمیم ندارم که در حوال جوزا از قدرت کنار برم یا در ماه اسد. این یک قسم هموطنان ما را به تشویش انداخته که از جریانات واقعی در کشور ما چی هست؟ بله، هموطنان ما واقعا بسیار باید به تشویش باشند، به خاطر وطن، به خاطر مردم، به خاطر این مردم بیچاره که اینا اصلا آن یک پناهگاه قانونی پیدا کردن در وجود قانون اساسی، در وجود یک نظام که او آیستا آیستا داره شکل میگیره. و اما آن و زمانی که این امی ارکان اساسی از نظام تعداد از نظام که قانون اساسی است او آن خدشه دار میشه، طبعا باید شما تشویش داشته باشین. ببینید آقای کرزی که میگه یا امی نماینده سخنگوی ریاست جمهوری آقای امید داده که خلای قدرت وجود نمه، من یقین دارم که وجود نمه و این جرأتی که اونا میگن، یعنی ما به زور میشینیم خدا کنه که 2000 دفعه قانون اساسی تشکیل کرده باشه که در اول جوزا سال 5 بعد از انتخابات دوره کار رئیس جمهور خاتمه پیدا میکنه، و مگر ما اون خاتمه نمیتونم طبعا خلق قدرت وجود نمه، مگر این نامشه چی میمانیم؟ نام اجیر ما غیر از کودتای سفید هیچ نامی سر دیمانده نمیتونم. اصلا هر کاری که اینا بخواهیم کرده میتونن، زمانی که منافعشان به خطر مواجه شده، شما ببینین زمانی بود که آقای ربانی بیشتر از اون موقعی که برای خودشان در خود تعیین کرده بودن اونمو بر علیه قدرت نشست. آن آقای کرزی چی کنی داره از اون که اون 4 ماهی که برای آقای ربانی تخصیص داده شده بود در زمان ابو آمدن مجاهدین به شهر کابل به محشری که اونا برپا کردن، آقای کرده هم میتونه که علی خلای قدرت اصلا از بین ببره. و در ماه 29 ماه اسد این ما در تمام رسانه ها الان این کار دادم که هیچ تضمین وجود نداره که اینا باز مسائل امنیتی بهانه‌های دیگر مطرح نکنن و بگویم که در کردن انتخابات مثل که آل میگن تضاد داره با ماده 33 قانون اساسی که عمومی بوده نمیتونه بانه اقلیمی هست که گویا هوا سر دست مای حمد و سور دو وقت خواد گفتن که به 14 15 یا 16 ولایت کاملا امنیت وجود نداره و ما میمونیم تا وقتی که ما امنیت به وجود بیاریم، در حالی که عدم موجودیت امنیت نتیجه امی اداری فاسدی است که تحمیل شد به کنفرانس بن بر مردم افغانستان. اینا را اگه این میمونه بعد از اول جوزا امی حاکمیت از این اداره تا 29 اسد، من یقین دارم که وضع به مراتب بدتر خواهد بود نسبت به وضعی که در اول جوزا وجود خواهد داشت. خب جناب رنجبر صاحب، مردم افغانستان مخالفت دارن ولی جامعه جهانی از این اعلان ابراز حمایت کردن و حتی امی سفر سرمنشی ملل متحد هم میگن که برای تقویه امی اعلان و این پروسه به افغانستان آمدن. شما چی فکر میکنید که در پشتی طرح کدام دسیسه خارجی هم دست دارن نداره؟ به هیچ صورت که انتقادهای در خود جرگه هم شد، در ولیسی جرگه از خود پشتیبانی کای آیدی از یعنی تصمیم به فیبنداختن انتخابات ریاست جمهوری. و اما ما به یقیده نیستم و موافق نیستم برای جی که جامعه جهانی در افغانستان کاملا خود بیطرف میگیره و در امور داخلی افغانستان دارن بیشتر مداخله نمی کنن مثل سالهای اولی که می کردن. اینا حتی امیر قنگ استنباط به همه امی فهمه به همه برداشته به همه این رقم میتن که ما دیگه میمانیم افغانا را که خودش هم تصمیم بگیرن. آن زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات یک اعلان کرد، ما این یک اعلان رسمی مقامی میدانه که واقعا در تمام کشورها
اونا بر مبنای قوانین اون کشورها دست باز دارن و واقعا مستقل هستن. ببینید اینا اصلا اینی کمیسیون مستقل انتخابات ما تا به امروز، حتی امروز آقای رودین یعنی تلویزیون آریانا شما رو میبینین که رو میشنیدین و بشنوین و حتما به انترنت ببینین مسائل رو مطرح کرد که یک مقدان مطرح کرده رو میتونه باز این موضوع رو مطرح کرد که یک تعداد از خبرگان و یک تعداد از افراد بزرگی که در کشور هستند به شمول رؤسای مجلس این تصمیم رو گرفتن به خاطر مسئلات ها و به خاطر چی بعد انتخابات به عقب انداخته شوه. اینی مسئله خود کشور دیگه واقع شده نمیتونه اصلا. و این مناسبت از وقتی کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته همی جامعه جهانی و آیدی و بانکیمون و همه دیگه باید از این پشتیبانی کنه، برای اینکه فکر میکنن که همی کمیسیون هم همون قسم کمیسیون است که در ایالات متحده امریکا، در کانادا، در استرالیا و در کشورهای اروپایی دیگه هست. اینا خود نمیفهمن که این خود اینی گفتار از اینا، اعتراف از اینا که اعتراف خبرگان ششتن و تصمیم گرفتن و مصلحت بر مبنای مصلحت ملی و گفتن که انتخابات باقی پرتو. آدم سوال میکنه که استقلال تو تا کجاست؟ زمانی که خودت میگی که من کمیسیون مستقل انتخابات هستم، چطور میتونه یک تعداد افرادی که هیچ موقعیتی در نظام ما نداره، هیچ فیصلی از اونا، هر فیصلی از اونا هیچ نوع الزامیت اجرایی نداره، برای که اونا هیچ هستن، هیچ کاره هستن؟ آن خود زمان سابقه نیست که ما نظام نداشتیم، یک تعداد به خاطر مردم افغانستان، در عقب مردم افغانستان اینا تصمیم میگرفتن و مردم افغانستان در حاشیه بودن. اینا رو خود ما داریم، یک نظامی داریم که ما پارلمان داریم، پارلمان انتخابی ولا ورقنی که هست. جناب رنجبر سپ رئیس جمهور انتخاب شده بود، میلیون ها رای گرفته بود و یعنی قوی قضاییه آزای سر محکمه، خود آزای حکومت از ورسی جلگر رای به اعتماد گرفته، یعنی یک نظامی است که از ارادی مردم برخواسته. جناب رنجبر صاحب وقت ما تمام نشه، پیش از یک تمام شوه سوال آخری رو مطرح میکنم که اگر انتخابات برگزار نشه در ماه اسد باز بدیل چی هست؟ در ماه اسد به دایر نشه شما میگید؟ بله بله، در ماه اسد به دایر نشه دیگه من فکر میکنم که امون پیشگویی های من عملی نشه که امی قدرت شیرینی میکنه و اینا خودشان وزر خراب کرده خواد رفتن و خواد گفتن که اینا وضع امنیتی خراب است و ما انتخابات حال دایر که نمیتونیم. وای به حال مردم بیچاره افغانستان که در امی اداره که تا مغز و سخان فاسد است و این مردم بیچاره ساخته، اینا باز هم یک چند سبایی را با رنج و شکنجه که اینا متحمل میشن اینا زندگی خواهد کردن و ما روی خودی را نخواهدیدیم و میشه متاسف هستم که اگر این یک وضع وجود به ما کوشش خواهد کردیم، ما صدای شما را بالا خواهد کردیم که در خارج هستیم هم متنای ما و صدای از این مردم را با قبول تمام خطراتی که شما میفهمیم که چه حالتی ما هست. You have one minute remaining. کردیم که اینا بدی آرمان خود برسه و انتخابات اصلا دایر نکنن. حتما باید انتخابات برسه، حتما یک تیم کاری نوی باید جاگوزی اداری فاسد آقای کرده شوه و ما باید کاری در کنیم که در تاریخ افغانستان حداقل یک تغییر در بین در زندگی مردم بیاریم که بتنه راکوشای ترقی و راکوشای حالات خوبتر و زندگی بهتر برای مردم افغانستان باشه. جناب رنجبر صاحب، من از شما جهان سپاس دارم، با وجود مصروفیت ها دقایق با ما صحبت کردین، ممنون از شما. شما زنده باشین، شما لطف کردین، من در خدمت شما هستم.